چرا نمیگویند که دست نوشته‌ای در کبیر لوط الان کجاست و چه رازی در کبیر لوط دیده می شود؟ کشتی نوح در کجا فرود آمده است؟ و هزاران هزار سوال دیگر. برای اینکه شما این موضوع رو بفهمین باید کلن تاریخ خود روزی سطل آشکال چرا سوت میکنن، حالا براتون بگم بفهمین. اولا عربستان خیلی دوست داره بگه که این دین عربه، مال منه. خیلی براش مهمه چون میلیاردها دلار داره پول در میاره و اگر مردم جهان بدونن که تمام مسیحی ها به دین ایرانیان، یهودی ها به دین ایرانیان، مسلمون ها به دین ایرانی، 7 میلیارد کلن به دین ایرانیان، همه چی عوض میشه. چرا خاخام های یهودی این راست رو به شما نمیگوین؟ به خاطر اینکه لو میره چرا عیسی رو کشتن و لو میره از اینکه اصلا در اون طرف به دینی وجود نداشته است، یعنی دین مال ایرانیان. خب هیچ کس دوست ندارم چه اتفاقی بیفته، اون وقت بازار توریستی ایران در آینده میترکند جهان رو. چرا چون وقت بعد بگردیم ببینیم قبر ابراهیم کجاست، یعنی قبر زرتشت. وقت بعد ببینیم که در لوط آیا کشتی نوح در لوط ساخته شده است، در کبیر لوط. آیا قوم لوط ربطی به کبیر لوط دارن؟ زرتشت که بچه خوزستان است، اسم زنش ایرانی است، اسم باباش آذر است، چرا داستان زرتشت رو چسبوندن به ابراهیم؟ این سواله. در هیچ نوشته ای در کتاب های در آثار باستانی و در کتاب های تاریخی وجود نداره شخصیتی به نام ابراهیم. شنونده محترم، اصلا نمیدونن ابراهیم کی به دنیا آمده. اما همین داستان آتش، انداختن لنجنیق، موضوع آتش که شما میگید این زرتشتی آتش پرستن، کی؟ یعنی تاریخ تولد زرتشت کیه؟ 3500 تا 4000 ساله و موضوع اصلا کلن عوض میشه. خب اگر کشتی نوح تو ایران فرود آمده باشد، پدر ادیان ایرانی باشد، مردم جهان ایرانی باشن، نوح ایرانی باشد، اون وقت شما متوجه میشه چه در بغل شما انگلیسی ها و روس ها تکان نمیخورن.